ما نمیتوانیم علمی را کنار بگذاریم. انتقاد رئیس جمهوری ایران از تلاش برای حذف علوم انسانی از دانشگاه‌ها، اسلامی کردن علوم انسانی به اون مفهوم نیست که دانش بشری را در بخش علوم انسانی به طور کامل کنار بگذاریم. حسن روحانی که روز سه‌شنبه 15 مهر در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های ایران در دانشگاه تهران سخن می‌گفت، همچنین از تلاش دولت خود برای فاصله گرفتن دانشگاه‌ها از فضای امنیتی خبر داد. بسیاری از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه‌هایی هستند که مبناش مادیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسان. پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در چند سخنرانی مختلف به بالا بودن تعداد دانشجویان علوم انسانی در ایران و لزوم اسلامی کردن متون کتب درسی این علوم تاکید کرده بود. صحبت‌هایی که امروز آقای روحانی در دانشگاه داشتن برای صحبت‌های وقتی می‌بینی صحبت‌های خوبی هست، اما نکته‌ای که وجود داره این که رئیس جمهور هر چقدر به سال‌های ریاست جمهوریش می‌گذره بیشتر قضاوت‌ها میره به سمت کارنامه عملی فرد که رئیس جمهور است. اگر سال قبل اولین سالی بود که آقای روحانی به دانشگاه اومدن و همه منتظر بودن ببینن که ایشون چه کلامی و چه حرفی دارن، امسال به هر حال توجه‌ها بیشتر معطوف به کارنامه عملی آقای روحانی هست. آقای روحانی انتقاد کردن از اینکه دی می‌خوان علوم انسانی رو حذف کنن و همینطور به هر حال فضای نقد در دانشگاه به اون صورتی که باید باشه وجود نداره، ولی مسئله اینجاست که برحالشون رئیس جمهور هستن و خود ایشون هستن که باید در برابر اون کسایی که میخوان علوم انسانی رو از دانشگاه حذف کنن، کسایی که فضای دانشگاه رو امنیتی کردن بایستن. در زمان دولت محمود احمدی نژاد سیاستی تحت عنوان اسلامی کردن دانشگاه‌های ایران پیاده شد. طرحی شامل تفکیک جنسیتی، تغییر متون درسی و حذف استادان و دانشجویان دیگراندیش از دانشگاه‌ها. آقای روحانی با انتقاد از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا وزیر علوم پیشین گفت که محمد علی نجفی سرپرست کنونی این وزارتخانه برنامه‌های آقای فرجی دانا از جمله پیگیری بورسیه‌های غیرقانونی اعطا شده در دوره محمود احمدی نژاد را دنبال خواهد کرد. اواخر مرداد ماه مجلس ایران رأی به برکناری رضا فرجی دانا داده بود. تغییر فضای دانشگاه ایران از جمله برنامه‌های دولت حسن روحانی اعلام شده. گرچه گروهی از دانشجویان و اساتید محروم از تحصیل و تدریس به دانشگاه‌ها بازگشتند، اما همچنان گروه‌های مستقل دانشجویی اجازه فعالیت ندارند و گروهی از دانشجویان منتقد و مخالف پشت میله‌های زندانند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.